قربان، این شایعه است یا جدیه که تیم بارسلون شما رو میخواد برای تیم فوتسالش؟ نه تقریبا قبل از سال نو مسئولش اومد یه صحبتی با هم کردیم، یه سری شرایط تو خیلی جالب بود واسش که وقتی پیشنهاد بارسلون به من داد، خب اسم بزرگه، تیم بزرگه، مجموعه قویه، من گفتم یه سری مشکلات دارم، خیلی واسش جالب بود. گفت چرا؟ گفتم من یه بریش به عقب داشته باشم، ایتالیا رو هم سر شرایط دخترم که زیاد دوست نداشت از ایتالیا برگشتم، قراردادم 3 ساله بود، 1 سال که گذشت برگشتم و حالا یه سری شرایط دارم مهیا میکنم اگر قسمت بشه. خب همین الان ما میتونیم رأی گیری کنیم که وحید شمسایی میگه که اگه من میخوام برم تیم فوتسال بارسلون بازی کنم باید خانواده هم نظر بدن. شما موافقی نشون بره اسپانیا شما باشون تشریف ببرین بارسلون بازی کنن؟ بله. شما؟ بله. 2 نفر آقا رأی دادن. خانم شما؟ خبرش نمیاد اون ورسات معلوم میشه آقا بالاخره. نه جدی شما؟ من خودم به شخص هر جایی که آقای شمسی راحت باشن میرم باش. خانم هر شخص... حرفا رو شما الان جلو دوربین دارین میگی سخته ما الان اصفهان هم که 3 سال بودیم برای من خیلی سخت بود، چون یه 8 مثلا 5 ماه نگار اصفهان درس میخوند، بقیه سال بعد من تهران درس میخوندم، برای من خیلی سخت بود. خب با سختش کنار اومد. حرف آخر رو نگار خانم میزنه انگار. شما موافقی بره بارسلون؟ بله. با چرا ایتالیا رو دوست داشتی برگشتی؟ بله. چون تک بودن 3 تا. آها، الان شاید اون موقع مثلا به خاطر غربت و اینا بوده. خب با این تفاصیل که راضی ان همه که میگم یه وقتی سریت شرعه الان شاید جلوی دوربین همه بله بگم خب منم همین رو گفتم دیگه. من یه واقعیتی بگم واسه تون که توی ایتالیا هم خب خانوم من خب شرط خیلی سختی داشت، ولی خب هیچ موقع به رو خودش نیابد و این بستر رو واسه من یه جوری فراهم کرد که من راحت اونجا تمرین میکردم بازی میکردم، ولی واقعیتا هم وقتی برگشتیم خب از سختی اونجا گفت و سر همین خیلی دارم با شرط خاص میرم. دوست دارم رزنومه آخر ورزشیم با یه تیم قوی باشه، احتمال رفتنم هم خیلی زیاده، ولی خب یه سری ریزکاری هست، اگر ان شاء الله هر شه دوست دارم برم. بالاخره اسم تیم هم خیلی اسم پرتمطراقی بارسلون. من فوتسالمو جان من فوتسالمو که شروع کردم با یه تیم بزرگی مثل استقلال تهران شروع کردم، حالا پیمان و استقلال تهران بوده، دوست دارم آخرین رزنومه هم یه تیم قوی باشه، یه تیم پر اسمی پر نشونی باشه مثل بارسلون. حالا ایشالله این بستر فراهم شه. خب من ایتالیا بودم اسمان جون، دعوتنامه‌های مختلفی داشتم از همون اسپانیا، از روسیه، از امریکا و از کشورهای حوزه خلیج، ولی هیچ موقع جواب مثبت ندادم. حالا ایشالله هر چی قسمت بشه. مشکل چیه میشه بگی؟ مشکل برای چی خندیدی؟ این تو رو میبینه تو میخندی، اینو میبینه این میخنده، خیلی کلا خوشخندم بچه‌ها. یه بار دیگه پلانر نشون بده، بگو چیه اون الان، چیه اونجا میبینی؟ مانیتور میبینی داری میگی؟ میگه ما ستا رو اینقدر ما ستا با نمک میبین بسر چی کار میکنه؟ نگاه خانم نمیدونی؟ خانم شما میگه چی کار میکنه برای سال تمرین؟ یه سال نورو هر روز اول با تمرین شروع کنم تا آخر موفقمو. یعنی چی کار میکنه؟ یه سال تر میشه چی کار میکنه؟ میره تو خیام میدوه. بابا این چرا فراری خونه؟ نه از خونه فراری، خود بدن شما دیگه باشه. باید چه قصه ایه؟ سال تر میشه چی کنم تر بچه؟ خدا نگذر از ایتالیه که ما رو خرافاتی کردن کامل. واقعیت هم اینه که تا الان امسال موندم چیکار کنم؟ نصف شب دیگه. آ نمیدونم تو خبر میگیرم. اتفاقا میام روزمزدم اصلا. واقعیتش اینه که تا اون صدای حالا اون یا اون زنگی که واسه یه سال تحویل میخوره قطعا با دویدن شروع میکنم که از نظر ورزش شرطم ایدئال بشه. حالا این هم یه خرافاتیه که ما دست نه حالا بشه. این اصلا برمیگرده به یه نگاهی که ممکنه هر کسی داشته باشه تو کار خودش، تو شغل خودش. این که تو آغاز سال تو با حرکت و تلاش شروع میکنه خودش به نظر من قابل تحسین. شما میخواین چی کارش این در آینده میشه من بگین؟ هنو فکر نکردیم بهش؟ به هیچ وجه نمیدونی میخوای چی کارشی پس فردا؟ من میگم. شما بفهمی؟ من میگم. بذار اولی شما بگی کوچیکتر احترام بیشتر. اول سر کار گوشتن یه سر. من میخوای فوتسالیست چی؟ مثل بابات؟ اره. مثلا میدونی فوتسال چیه؟ دختر بزرگم احسان جان دوست داره فوتساله. نگار خانم که شما را هستیم لاتسیو جدا کرد؟ بله دوست داره فوتسال و یکی دو جلسه تو اصفهان رفتش تمرین کرد، ماشاءالله قوی هم از حالا یه خود بعد کاراشو انجام بده که فنی هم خوب بشه. دوست داره اگه دوست داشته باشه میذارم بره فوتسال. با همه
سختیه که میگی؟ خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی واقعیت بازی دیدی؟ یعنی با هم بازی کردی مگه؟ آره توی خونه. تو الان قشنگ میتونی فکر کنم اگه مثلا خانومتون این محبتی کنن گلری کنن فکر کنم تیم دیگه 5 نفری دیگه قشنگ. تو خونه خب توپ هست، شرایطم هست، بزرگی هم مثلا میشه برد. آخه وعید هم سه واسه یه تیم کافیه به نظر من. این وعید عقب وایسه تو تیم. مثلا دو تا هم بذار جلو چون مثلا دیگه بیچاره میشه. دو تا بذارم فلنگ. آره تموم. بذارم راست. آره. راجب شما صحبت کردیم الان. چون نامی که پس ما چی راجب شما صحبت کردیم. شما قرار شد که جلو بازی کنید. شما خانم نگاه خانم کدوم پست بازی می‌کنید؟ تو فوتسال بالاخره عقب جلو دروازه ما چیکار می‌کنید؟ کجا دوست داری بازی کنیم؟ جلو واسه ما گل. گل بزنید. عین بابا تماشای سر گل بزنید. شما چیز فرمودین؟ این نکته رو شما فرمودین. گفتم پس ما چی هر؟ خب ایشون دقیقاً همین رو گفتن. شما دو دقیقه بعد گفتی باز. همون فاصله شون واقعاً دو دقیقه است. گفتن دیگه تو تیمی که میخوام بچینم شما رو میذارم بازی کنی. شما میخوای فوتسالیست چی؟ شما میخوای چیکار؟ چیکارش شما؟ فوتسالیست بشه. همه هم تو کار فوتسال هم وعیدم بالاخره قرارداد خوب بسه پولا خوب گرفته فکر می‌کنم این خبرا همه جا هست. امسال تو عید برنامه‌تون چی با خانواده؟ والا فعلا که در خدمتش بس خانم بگی بس خانم بگی نمیتونه هماهنگ یا داری تو خودت بس خودت برنامه‌ریزی می‌کنی. خانم برنامه‌تون چیه؟ خانم برنامه خواستین؟ نه برنامه سفر تو خانواده شمسایی تو خانواده پرجمعیت شمسایی که مشخص می‌کنه. آقای گل فوتسال دنیا یه خانومش مشخص می‌کنه یا آقای گلی واسه خود آقای گلی سفر من مشخص می‌کنه. نه با هم یه به تفاهم می‌رسیم. ولی آخرش ما می‌گیم. ولی آخرش ما می‌گیم. نه آخرش خب حرف آخری که می‌زنه. من می‌گم. چشمو می‌گیری. یه چشم قشنگ می‌گی و نه دیگه ما می‌گیم گل. چشم می‌گیره. امسال برامتون معلوم نیست. خانم میگه چشم می‌گیره. امسال دو سه جا بهمون گفتن از اقوام پدرم گفته. دامادمون گفته دردارم هنوز مشخص نیست ولی نه بدم که یه دقیقه از من گفته بچه یه ذره کوچولو نخندی خب همش خنده شد اونا نگاه نکنی خب داریم حرف میزنیم بعد با هم حرف بزنیم.